با بهترین درودها بر شما هم میهنان و همراهان هماره ایران فردا در این شامگاه آدینه میهن در همه جای جهان برنامه صفحه یک امشب جمعه ششم آذر ماه ایرانی در قیاب روزنامه های امروز بسان برخی از شبهای جمعه به موضوعی پر انتشار در طول هفته اختصاص خواهد داشت نقض گسترده حقوق بشر در ایران با موج جدید سرکوب رسانه‌ای بازداشت‌های خودسرانه روزنامه‌نگاران و بالاخره فعالان مدنی و سیاسی در ایران امشب در دو بخش برنامه رو پی می‌گیریم. نخست مروری خواهیم داشت بر اهم مطالب در عرصه حقوق بشر و سپس می‌پیوندیم با مهمانی در ترکیه آنکارا و مرور می‌کنیم چرایی شدت برخوردها علیه کنشگران سیاسی، مدنی و مطبوعاتی در ایران قبل از رفتن به آنکارا معرفی میکنم مهمانمون رو مهمان برنامه امشب ما نیز پیمان عارف پژوهشگر سیاسی در دانشگاه آنکارا است که پیشتر خود از قربانیان شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی بوده که همینک پس از محرومیت مکرر از ادامه تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه تهران ناگزیر دوران در تبعید رو در کشور همسایه ترکیه میگذراند همیناک میپردازیم به سرفصل اهم مطالب برگزیده در حوزه نقض حقوق بشر در ایران با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت در مرور بر مصادیق نقض حقوق بشر میخوانیم سردبیر هفتهنامه ندای جامعه کرمانشاه بازداشت شد به گزارش خبرگزاری آژانس خبری مکریان در کرمانشاه از سرنوشت فرهاد جهان بیگی سردبیر این هفته نامه پس از احضار به اطلاعات سپاه اطلاعی دقیقی در دست نیست در سوی دیگر در حوزه عمومی و اجتماعی کماکان موج فشارها بر شهروندان شدت یافته است از جمله علیرغم فصل زمستان و پوشش درست زنان گزارش شاه هاکیز که گشتهای ارشاد و های معروف مجددا به خیابانها بازگشتند و به ضرب و شتم زنان و دختران جوان ایرانی تحت عنوان بدهجابی پرداختند خبرگزاری های داخلی تصاویری مخابره کردند که با زنان و دخترانی که ساپورت پوشیدند برخورد شده است از سوی دیگر سازمان عفو بین در هفته گذشته با انتشار بیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا اعدام یک جوان 25 ساله را در بامداد روز سهشنبه هفته پیش متوقف کنند افه به نوملر گفت که محاکمه علیرضا شاهی به جرم نزاع و قتل منصفانه نبود است علیرضا شاهی که به اتهام قتل فردی در جریان یک نزاع جمعی به اعدام محکوم شد در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج و در انتظار اجرای حکم بود به گفته نهادهای حقوق بشری ایشان که در 18 سالگی مرتکب این جرم شده بود مدت ها دسترسی به وکیل نداشت و گفته شده زیر شکنجه مجبور به اعتراف و در محاکمه این ناعادلانه محکوم شده است و آخرین خبر برگزیده در همین راستا و فشار حقوق بشر و نقض حقوق ایرانیان در جامعه ایرانی مرگ زنده یاد زمانی فعال کارگر بود که در زندان رجایی شهر در واقع در کرج جان باخته بود و واکنش های زیادی نیز در این راستا در کشور ایجاد شد از جمله اینکه برخی از کارگران و تشکلهای کارگری خواستار انجام تحقیقاتی در مورد دلیل و یا دلایل مرگ زود هنگام این جوان کارگر شدند سازمان عفه بین الملل و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری نیز چنین درخواستی را مطرح کردند شاهرخ زمانی به علت سکته مغزی در زندان رجایی شهر کرج درگذشت او عضو هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان بود این فعال کارگری در 18 خرداد سال 90 در تبریز بازداشت و در دادگاه به اتهام‌های امنیتی به 11 سال حبس محکم شد یکی از اتهام‌های های او نیز تلاش برای ایجاد تشکل های کارگری از جمله سندیکای های کارگران نقاش بود سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیز در گذشته این فعال کارگر زندانی را ناگهانی توصیف کرد در این ارتباط به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر دوستان آقای زمانی بعد از ظهر روز یک شنبه قصد بیدار کردن او را داشتند که با بدن سرد و کبوت شده وی مواجه شدند با درودی دوباره به شما بینندگان عزیز همینک همراه با شما به استودیوی ایران فردا در آنکارا می رویم و سلام و عرض ادب داریم خدمت آقای پیمان عارف مهمان بردم از دانشگاه آنکارا خیلی خوش آمدید من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام بینندگان محترمتون در سراسر سر گیتی خبرهای کوتاه رو دیدید و شنیدید نظر به انتظاری که از دولت روحانی بود تا فضا کمی بازتر شود در هفته های اخیر میبینیم که موج سرکوب ها گسترده تر شده حتی بعضا ما دیدیم که معترضین جلوی زندان اوین ضرب و شدند و مرتعرض واقع شدند و برخی از آنها بازداشت شدند و این در حالی که برخی از روزنامه‌نگاران جلوتر بازداشت شده بودند نشانه های چیست؟ من گمان می که در واقع پیش از هر چیز می که به یک نکته توجه کرد و اون هم این است که این رخدادها ها فاقد ریشه های اقتصادی نیست قطع یقین یعنی در واقع سپاه پاسداران به گمان من در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد موفق شده بود که بخش اعظمی از منابع و امکانات دولتی رو به خودش تخصیص بده و عملا خودش تبدیل به یک طبقه اقتصادی بشه در واقع ما همان گونه که در اتحاد شوروی سابق می که از حزب کمونیست به عنوان یک طبقه اقتصادی سخن بگوییم در مورد وضعیت حال حاضر جمهوری اسلامی ایران هم میتوانیم که از طبقه اقتصادی سپاه سخن به میان بیاوریم بنابراین یک تحلیل طبقاتی من نخست دارم سر در واقع این رخدادها فعل واقع دولت روحانی پاش رو ابتداعا گذاشت بر روی در واقع ورودی های اقتصادی و در واقع تمتع اقتصادی طبقه نوظهور سپاه و این طبقه برجازی راندخار قارتگر به هر روی در واقع میخواد که باکنششون بده در واقع میخواد که از منافع خودش دفاع بکنه منافع ای که در اون هشت ساله متمتع شده و به دست آورده و بسیار هم سروتندوزی عجیب و غریبی در واقع صورت گرفته اتفاقی که میفته این است که فشاری که در حوزه اقتصاد دولت روحانی به سپاه میاره سپاه در مقابل واکنش در حوزه امنیتی میخواست که میخواهد که نشان بدهد در واقع سپاه وارد میشه و دو کار کرد از طرفی میخواهد به دولت بگوید که اگر به من باج ندهی من در واقع تمام فرایند توسعه سیاسی یا گشایش سیاسی که تو ازش سخن گفته بودی یا وعده داده بودی رو در واقع رشته خواهم کرد این پنبه های تو رو در واقع رشته خواهم کرد از دیگر سوی سپاه میخواهد با به نهاد انتصابی به اون در واقع هسته سفت قدرت یعنی هسته تئوکراتیک قدرت بگوید که تو به حضور من به کار کرد من نیاز داری یعنی به نهاد ولایت فقیه نشان بدهد یا بگوید که اگر من نباشم لایه انتخابی قدرت که روزی به دست هاشمی رفسنجانی میافتد و روز دیگری به دست محمد خاتمی و روز دیگر حتی زمانی که در دست محمود احمدی نژاد یعنی رئیس جمهور دستبوس آقای خامنه ای هم هست باز هم منتهی به تداخل با اون هسته سفت قدرت شد نهایتا و روز دیگر در اختیار حسن روحانی سپاه به آقای خامنه ای می میخواد بگوید که اگر من نباشم اون لایه در واقع انتخابی قدرت تو رو به زیر خواهد کشید و برای شما مشکل ساز خواهد شد و لذا من هستم که مدافع تو هم. در پروژه تک روحانی شدن ساخت قدرت در ایران در واقع پروژه است که بگم های من ده سال هست آغاز شده که همراه هست با نظامی سازی قدرت سیاسی یعنی در از یک طرف تمامیت روحانیت به نفع شخص آقای خامنه ای هز می شود یعنی ما از حکومت اولیگارشی روحانیت گذار می کنیم به وضعیت منارشی روحانیت یعنی از یک اولیگارشی روحانیت گذر میکنیم و یک منارشی و تکسالاری قدرت شکل میگیره تکسالاری روحانی، روحانیت شکل میگیره و این تکسالاری روحانیت در واقع حمایت میشود توسط نهاد سپاه نهاد سپاه در این حال از طبقه به عنوان یک طبقه اقتصادی از تمامیت منابع و امکانات دولت رانتیر بهرمند می شود بنابراین تحلیل اقتصادی مهمترین تحلیل در فرایندی است که در حال پیموده شدن است. نظر به اینکه در هفته های پیش شاهد دستگیری و بازداشت موج عظیمی از روزنامه نگاران عمدتا نزدیک به دولت بودیم و در میانه های راه نیز سپاه پاسداران از این بازداشت ها دفاع کرد آیا رابطه بین تئوری نفوذ که آقای علی خامنه به تکرار مکرر بیان کرد و نوع اعمال فشار علیه فضای نیمه باز وعده داده شده است روی دولت میبینید برای ناکارا کردن دولت؟ بله بله ببینید در واقع من معتقدم که واژگانی که در دوره های مختلف جمهوری اسلامی در واقع بکار برده شده برای تبیین مطالبات ملت ایران و یا برای تبیین واکنش حکومت بر علیه آن مطالبات سوور مختلف و صورتبندی های متفاوتی است از گفتمان و مطالبه تجددخواهی در ایران روزی مطالبه تجددخواهی ایرانیان پس از انقلاب 57 و در قالب در واقع سخن و گفتمانی تحت عنوان تعدیل اقتصادی یا توسعه اقتصادی آقای هاشمی رفسنجانی صورت بندی می شود در مقابل گفتمان تجدد ستیز از جانب ولایت فقیه تحت عنوان گفتمان عدالت اجتماعی در مقابل توسعه اقتصادی صورت بندی می شود یعنی تجدد خواهان درون حکومت بر سبیل توسعه اقتصادی طی طریق می کنند و تجدد ستیزان نهفته در نهاد ولایت فقیه بر سبیل یا زیل بیرق در واقع ادالت اجتماعی در مقابل توسعه اقتصادی تجمیع می شوند. روز دیگری نام تجدد خواهی می شود توسعه سیاسی و مردم سالاری دینی لسان در واقع سریحتری به کار برده می شود برای توضیح تجدد سخن از مردم سالاری گفته می شود به زبان آورده می شود در سال 88 تجدد خواهی نام در واقع جمهوریت پیدا می کند نام جمهوری ایرانی بر خود می گیرد جمهوری ایرانی همانا مدرنیته سیاسی است سخن تجدد ستیزان نام فتنه بر خود میگیرد میرسیم به مقطع کنونی روحانی دگربار مردم سالاری دینی و مطالبات در واقع مطالباتی از این جنس مطالباتی که رنگ مدرنیته رنگ غربی شدن رنگ عرفی شدن این مطالبات در جامعه ما رو در واقع بدوش میکشه یا در واقع عنوان میکنه گفتمان تجدد ستیز نام نفوذ بر خود میگیرد حال آمده و میگوید نفوذ نفوذ یعنی چه و چرا میگوید نفوذ به دلیل اینکه این تجدد یا غربی شدنی که قربی در واقع تمایل به غربی شدن که در جامعه ما هست دولت روحانی برای تحقق این مطالبه عمدتا تمرکز کرد بر حوزه سیاست خارجی. یعنی برای پیش برده مطالبات تجدد خواهانه ملت ایران این رو از دریچه تنکایی با پیرامون و تنک با غرب این رو دید. تجدد ستیزان نامی که بر این تنکزودایی گذاردند، نامیست به نام نفوذ نفوذ چه نفوذ از کجا برایشه برگردیم به چند ماه پیش زمانی که نامه داشت امضا میشد در واقع برجام داشت به نتیجه میرسید اگر خاطر مبارکتون باشه فضای جامعه ما این بود که خب پس مشکلمون با غرب حل شد آقای علی خامنه ای به واسطه اینکه تمام قدرت خودش رو از سنت میگیرد و تمام مشروعیت خودش رو از سنت میگیرد میبایستی حافظ سنت باشد و میبایستی که در واقع پادورزی بکند با مدرنیته با تمام زواهر و شعون اون و این چنین است که نفوذ در واقع اسم رمز سرکوب تجددخواهی و مطالبات تجددخواهانه ایرانیان می شود حتی شاهد کشف خودانگیخته هجاب از سوی برخی از هنرپیشه ها و بازیگران نامی ایرانی در طول هفته بودیم فکر می آیا موج مطالبه تحول خواهی نسل نو خود منجر به نوعی حفره جدید امنیتی و چالش پیش روی برای نظام فقها خواهد شد؟ بله من با شما موافق هستم در واقع مادر... ایران دهه هفتاد به سوی و مشخصا از دهه هشتاد چند شکاف در واقع همفضا و منطبق بر هم داریم که مهمترین این شکاف ها انتباق و همفضایی شکاف نسلی با شکاف دموکراسی خواهی آمریت طلبی و شکاف اسلامگرایی عرفیگرایی است یعنی در واقع در دو سوی شکاف نسلی یک نسلی رو داریم که در واقع هیچ تصوری و هیچ میراث ذهنی از انقلاب 57 به عنوان یک انقلاب اسلامگرا و معطوف به حکومت دین سالار نداره در عصر رسانه متولد یا بزرگ شده و در واقع رشد و نمو پیدا کرده در اصر جهانی شدن میاندیشه در اصر ارتباطات و جهان اطلاعات میاندیشه خب این نفوس موسع این در واقع وسعت نظر و وسعت اندیشه که حادث شده از نتایجش این هست که دیگر نمیتوان این نصر رو در چهارچوب در واقع بسته اندیشه دین سالار نگه داشت به همان سان که دیگر نمیتوان ایران را به سان یک جزیره خارج از جهان اداره کرد در یک همچین رخدادی شما میبینید که شبکه های اجتماعی جهانی مطلع شدن روز به روز, و لحظه به لحظه از تغییرات سبک زندگی در جهان و این تمام اینها یک در واقع جنبش سبک زندگی رو ایجاد میکنه این جنبش سبک زندگی خود در درون خودش یک نافرمانی مدنی رو هم داراست یعنی در متن و بطن جنبش سبک زندگی شما نافرمانی جنبش نافرمانی مدنی دارید بحث کشف هجاب یا در واقع برداشتن هجاب توسط نه فقط بازیگران در فضای مجازی هجاب دینی که الان میبینیم حجاب اسلامی که الان در واقع باقی مونده با حجاب اسلامی دهه 60 یا حتی دهه 70 بسیار بسیار فاصله داره بنابراین من میخوام از یک جنبش سبک زندگی صحبت بکنم که این جنبش سبک زندگی در بطن خودش دارای دلالت نافرمانی هست و نافرمانی مدنی رو حامل هستش نظر به ظهور و البته تکسر گفتمان های مطالب محور همچون حقوق برابر زنان و مردان یا حقوق اصناف و کارگران و معلمان و میزان سرکوب ها بازداشت ها و دستگیری ها و حتی محدودیت های اجتماعی مثل برخورد جدید با ساپورت پوشان سخن از ناامیدسازی افکار عمومی از شکست یعنی از دولت روحانی است و حتی از این رئیس جمهور به عنوان تنها رئیس جمهوری که تک دوره ای خواهد بود سخن گفته میشه در محافل راست افراطی البته آیا این اعمال فشارها برای این هدف مرتبط هست به گمان شما بله من گمان میکنم که به هر روی در واقع همونطوری که عرض کردم سپاه تمام هم و خودش رو در واقع عزمی رو جزم کرده برای از بین بردن امیدی که در قالب 19 میلیون رأی به آقای روحانی در واقع متبلور شد در سال 92 و همان سان که از دولت دوم آقای خاتمی در واقع عزم خودشون رو اینها جزم کردند برای آنچه که جمع کردن بسات اصلاحات در واقع نامیده می شود. که مقام رهبری در واقع این تعبیر رو ظاهرا به کار برده بودن در یک جلسه ای که من این بسات رو بسات اصلاحات رو جمع خواهم کرد و اون چهار سال به ویژه دو سه سال آخر از 81 و 2 مصروف این در واقع پروژه شد سپاه حتی مجالی که به آقای خاتمی داد رو ظاهرا حاضر نیست به آقای روحانی بدهد یعنی سپاه حداقل تا دو سه سال اول تا قبل از 18 تیر 78 و نوشتن اون نامه فرماندهان سپاه و تهدید آقای خاتمی به کودتا خیلی مشکل جدی برای دولت خاتمی ایجاد نکرد ولی ظاهر الامر حتی در واقع صبوری که سپاه در مقابل آقای روحانی داره به خرج میده در واقع بسیار کمتر هست یعنی در واقع صبوری به خرج نمیده در مقابل دولت روحانی لذا اولین کاری که هدف قرار داده به خاطر اینکه به درستی اینها تشخیص دادن که پایگاه طبقاتی و پایگاه رأی امثال خاتمی و روحانی کجاست و این پایگاه رو هدف قرار دادن در دولت احمدی نژاد در واقع توانمندی طبقاتی طبقه متوسط رو هدف گرفتن در کنار در واقع تضعیف طبقاتی طبقه متوسط سرکوب سبک زندگی طبقه متوسط رو هم هدف به عنوان هدف خودشون در واقع قرار دادن یعنی در واقع اینها میدانند که پایگاه رأی تجددخواهان درون نظام که روزی نام اصلاح طلب و روز دیگری نام اعتدالگرا بر خود مینهند این پایگاه رأی کجاست و تمام تلاششون رو میکنن که یک این پایگاه رأی رو تضعیف بکنند و بلایی مشخصا سر طبقه متوسط بیاورند که طبقه متوسط در واقع آنچنان دچار درد معاش باشد که زمان و انرژی اندیشیدن حتی به مطالبات دموکراسی خواهانش رو نداشته باشد اولین کاری که میکنند تضعیف طبقه متوسط هست دومین کاری که میکنن ناامیدسازی طبقه متوسط هست بنابراین بحث برخورد با سبک زندگی طبقه متوسط که همونطور که ارز کردم در واقع این سبک زندگی خود در بطن خودش یک, نافر... یک جنبش نافرمانی مدنی هست این رو هم تریزن ارز بکنم که در سال 88 اگر خاطرتون باشه در میانه تظاهرات های سیاسی جنبش های کشف هجاب رو شاهد بودیم من خودم زندان بودم ولی اخباری که میشنیدیم خاطرم هست 17 دی سال 88 در پارک ملت بیش از 300 400 نفر از بانوان تهرانی جمع شدن و در واقع یک جنبش کشف حجاب رو انجام دادن در واقع روسری های خودشون رو برداشتن بنابراین میخوام این رو عرض بکنم که این سبک زندگی با مطالبات دموکراسی خواهانه در هم تنیده است سرکوب سبک زندگی طبقه متوسط با سرکوب دموکراسی هم در هم است یعنی در واقع اون معموری که ساپورت پوشان رو سرکوب میکنه با سرکوب پوشش غیر رسمی یا پوششی که پوششی که در واقع قدرت سیاسی نمیپسنده در واقع داره مطالبات دموکراسی خواهانه شهروندان ایران رو هم سرکوب میکنه با تشکر از مهمان برنامه‌مون آقای پیمان عارف در آنکارا از وقتی که در اختیار من گذاشتید بسیار سپاسگزارم شب و روز خوبی رو براتون آرزو کنم و سپاس از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان رسید توجهتان را به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر جلب می کنم که از سوی همکارانم به آگاهی شما خواهد رسید تا آنگاه شامگاه خوش بدرود